ببینید عزیزم، اگر من معتقد باشم که وقتی که من مردم تمام شد، زندگی من تمام شد، هویت من به پایان رسید، هیچ کاری انجام نخواهم داد بجز این که در وهله اول منافع من درشه، دلیلی نداره. چون من که فردا سکته کردم مردم، تصادف کردم مردم، یا پیر شدم مردم، نه هویتی از من دیگه ادامه خواهد داد و همینه، زندگی همینه. از صبح که خواب پا میشم تا شب که میخوابم این زندگیه، چون شب نمیدونم، شاید تو خواب سکته کنم. هیچ دلیل منطقی نداره که از اون لحظه که خواب پا میشم تا اون لحظه که میخوام بخوابم فکرم فقط لذت خودم نباشه. شما به قانون طبیعت توجه کن، دقیقا بر همین اساسه، فقط با فرق این که اگر یه گرگی گشنش میشه، یه گوسفندی رو، یه آهویی رو میکشه و خودش و بچهاش میخورن سیر میشن، این گرگه دیگه نمیره 10 تا 20 تا 100 تا آهوی دیگرم بکشه، همون یه دونه رو میکشه، سیر میشه، بچهاش سیر میشن، میگیرن میخوابن، 2 روز 3 روز بعد دوباره میره یه آهوی دیگر رو میگیره. ولی شما به هویت آدم نگاه کنید، میبینید از صبح که خواب پا میشه تا شب دنبال مال دنیا میدوه، اگرم 100 میلیون دلار پول داره بازم هرس میزنه. اگر به خاطری که 100 میلیونش بشه 1 میلیارد دلار جنگ را میندازه، میلیون ها جوون بیگناه کشته میشن، براش مهم نیست، چون اون هدفش اینه میلیاردر بشه. میلیاردر هم که شد بازم سیر نمیشه. در شاید هر انسانی میدونه اگر هم شانس بیاریم، مریض نشیم، سکته نکنیم، تصادف نکنیم، بابا بیشتر از 150 سال که عمر نمی کنیم. و کسی که 1 میلیارد دلار داره این پول برای خودش و جد آبادش بس، ولی باز هرس میزنه. ببینید انسان به خاطر اینکه صاحب عقله، انسان هویتی داره که این هویت ماورای هویت حیوانیش هست. برای همینه بنده امروز اگر 1000 دلار درآوردم که مثلا برای 1 هفته 2 هفته 1 ماه من بسه، ولی بازم تا بیدارم هرس میزنم این 1000 دلار بشه 10000 دلار. یه خونه دارم میخوام 100 تا خونه بشه، یه ماشین دارم 10 تا ماشین بشه. برای اینکه انسان هویتی داره ماورای طبیعت حیوانیش، بر همون اساس هست که انسان جامعه ای که از خودش میسازه همین جامعه ای است که من و شما داریم میبینیم، مشاهده میکنیم. شما به من چند تا رهبر، پادشاه، انسان مقتدر میتونید نشون بدید توی دنیا مثل گاندی بودن، رهبر بودن ولی زندگی بی نهایت ساده ای داشتن؟ و این زندگی گاندی بر اساس چه باوری بوده؟ باور کنید منطقی و فقط و فقط عقلانی، حتی علمی. ببینید چون علم ثمره عقله، اگر همین تئوری رو، ببینید من دارم میگم فرمایش شما، من منظورم شخصی کردن موضوع نیست، عرض کردم این یک تئوریه. این تئوری فرض کنید عرضه شده به جامعه بین المللی، راجع به این تئوری گفتگو بشه. اگر این تئوری که من مردم تمام شد مورد قبول جامعه قرار بگیره، مضرات بی نهایت زیادی داره. ببینید وقتی شما میفرمایید که اون انگیزه‌ای که در انسانی که باورمند به اون تئوری هست که وقتی مرد همه چی تمام شد، انگیزه این انسان غرایز طبیعی حیوانی خودش در وهله اوله و بعد به کمک هوش و عقلی که انسان داره و حیوان نداره، صدها برابر، هزارها برابر یک حیوان میخواد بهره ببره. 100 میلیونش بشه 1 میلیارد،
چون انسان هویتش با یه گرگ در همین فرق است. این تئوری بی نهایت برای جامعه ضرر بخشه. ممکنه برای من، شخص خود من، من اگر به تنهایی باورمند به اون تئوری باشم خیلی مفید باشه، خیلی لذت ببرم. ببینید ولی جامعه چی؟ اگر در جامعه یک آقایی با یه خانومی ازدواج میکنه، این تعهداتی که اینها بین خودشون دارند، مسئولیت هایی که دارند، بچه دار میشن، این بچه ها رو باید با یک ارزش های تربیت بکنن، انسان باید یک جهان بینی داشته باشه، انسان باید فداکار و ایثارگر باشه، انسان نباید دروغ بگه، انسان نباید دزدی بکنه، تمام این ارزش ها اگر متکی به این تئوری باشه که من مردم همه چی تمام شد، این ارزش ها قدرت اجرایی نداره. ببینید حمید عزیزم، 3 سال پیش ونکوور سازمان ملل نمایندهشون یه گفتگو داشت و ایشون میگفت که به سازمان ملل بهترین تئوری ها پیشنهاد میشه، بهترین تئوری ها، ولی ما قدرت اجرایی این تئوری رو در جهان نداریم، چون نمیتونیم برای هر انسانی یک پلیس بالا سرش بذاریم، نمیتونیم، قدرت اجرایی نداریم. حتی خود سازمان ملل قدرت اینو نداره به کشورهای ابرقدرت بگه آقا حق وتو ظلمه، شما نباید حق وتو داشته باشید، شما که ابرقدرتی باید حق و حقوقت برابر باشه با بقیه نمایندگان کشورها و ملت‌ها، برای اینکه ابرقدرته. شما صحبت از محبت و عشق میکنید، محبت و عشق بر اساس اون تئوری که شما میفرمایید، اون محبت و عشق فقط وابسته است به این که من در اون مسیر و در اون راه ارضا بشم. یعنی من محبت میکنم، عشق میورزم اگر منافعی برای من درش باشه. چرا؟ چون وقتی مردم تموم شد، من امشب که میرم بخوابم شاید سکته کنم بمیرم، پس حالا که بیدارم باید من ارضا بشم. نتیجتا من عشق رو و محبت رو متکی بر منافع خودم خواهم دید، نه منافع نسل بعدها، چون اصلا معنایی نداره. من چرا فکر نسل بعدها باشم؟ من چرا نگران یا فکر جامعه بعد از 100 سال، 200 سال، 1000 سال باشم؟ چه اهمیتی داره؟ چه دلیلی داره نازنینم عزیزم بر اساس این تئوری که مثلا من از خواهرم خوشم نیاد، من از دخترم خوشم نیاد، یه بقیه اینجور چیزا، چه دلیلی داره؟ مگه در عالم حیوانات غیر از اینه؟ فقط عرض میکنم حیوان بر اساس طبیعت وقتی سیر میشه میره میگیره یه جا میخوابه، صبح پا میشه، اگه گشنه بود میره یه حیوان دیگرم شکار میکنه که از خودش ضعیف داره. ولی انسان راضی نیست، انسان در وجودش حرص هست، طمع هست. ببینید این تئوری که شما میفرمایید، خودتون واقعا تعمق کنید رو این تئوری، ببینید عواقبش چیه. اگر بچه هاتون رو اینجوری بار بیارید، اگر محیطی که در اون محیط زندگی میکنید و هویت شما و باور شما و تئوری شما در افرادی که اطراف شما هست صاحب نفوذه، یعنی میتونید تأثیر رو اطرافیان بذارید، این تئوری شما به نظر من تئوری بی نهایت خطرناک برای جامعه ولی پر از منفعت برای شما خواهد بود. باز 2 تا مسئله دیگه که هستم مختصر عرض کنم. یکیش اینه که هر انسانی به خاطر اینکه عقل داره متکی هست، باورمند هست به یک تئوری، هر انسانی تا زمانی که باور من فقط و فقط تأثیر در زندگی شخصی خود من داره، هیچ مسئله ای نیست. مثل انسانی که در جزیره تک و تنها زندگی میکنه، دوست داره روزی 100 تا حیوان رو بکشه بدون اینکه اصلا بخوره، بدون اینکه برای غذا باشه، دوست داره، یا دوست داره هرچی درخت دوربرش ببره،
دوست داره هر حیوان کوچولو رو له کنه بکشه، دلش میخواد، این باورشه. تا زمانی که باور من، اعتقادات بنده هیچ نوع تأثیری در اطرافیان از جمله بچه های من، خانواده من، محیط زندگی من نداره، کسی کاری باش نداره، برای اینکه شاهدش کسی نیست، کسی اون تو محیط نیست، شما هستین و طبیعت. مسئله برمیگرده به وجدان شما و کاری که شما با طبیعت انجام میدید. خب کسی نمیتونه کاری بکنه. شما اگه هر روز 1000 تا موجود کوچولو رو با پاتون کشتین بدون دلیل، چون دوست دارین، کسی نمیتونه بیاد جلوی شما رو بگیره. یه رابطه بین شما و طبیعت و وجدان شما و غرایز شما و هویت شما. ولی وقتی که انسان در جامعه زندگی میکنه، حتی اون باور شخصی، حالا میخواد خدا باوری باشه یا نباشه، دین باوری باشه یا نباشه، بی دینی باشه، این که من مردم همه چی تموم شد، اگر این باور، فرضیه، تئوری که من بهش اعتقاد دارم، اگر این تئوری تأثیر در محیط بذاره، در بچه های من، خانواده من بذاره، باید از طرف قانون زیر سوال بره، از طرف علما زیر سوال بره. و دقیقا همین مسئله هست که تمام روشن فکرها میگن که باید دین از حکومت جدا بشه، باور از حکومت، علم جدا بشه. و کار قانون اینه که تئوری هایی که میتونن برای جامعه مضر باشند رو امکاناتشون رو محدود کنه، حق و حقوق و آزادیشون رو قانون تعیین کنه. برای مثال یه نفر باور داره که من به عنوان یه مرد میتونم 100 تا زن بگیرم، یا بچه دار شدم مثلا، خب شدم، طبیعته، به من چه؟ قانون میتونه بگه که نه، این باور شما برای جامعه کاملا مضره. یه سری آدم دانشمند اینو بررسی کنن، روانشناس و و و اینو بررسی بکنن که این باور، این تئوری آیا برای جامعه ما، حالا جامعه ایران یا جامعه جهانی، مفیده یا مضره. و اونها هستن که حق و حقوق این باورها، این تئوری‌ها رو مشخص میکنن، همین کاری که در علم میکنن. ما خیلی دانشمندان و علما داریم که یه اختراعی دارن، اکتشافی دارن، که این اختراع یا اکتشاف میتونه خیلی مضر باشه. قانون جلوی پیشرفت اینو میگیره. سالهای سال پیش اختراعاتی بوده که نیازی دیگه به نفت نبوده، ولی جلوشو گرفتن به خاطر مسائل جهانی و مسائل دیگه. از این جهت عرض میکنم باور هر انسانی محترمه، تا زمانی که تأثیری که در محیط و جامعه میذاره ضرر برای حق و حقوق دیگران نداشته باشه. من اگر باور بکنم که صبح که از خواب پا شدم و شب که میخوابم این زندگی منه، و وقتی دیگه از خواب بیدار نشدم، یعنی مردم تموم شد، بنده شخصا هیچ دلیل علمی و منطقی و عقلانی پیدا نمیکنم که تو این 12-15-16 ساعتی که بیدار هستم هیچ نوع ارزشی رو من پیروی کنم. میخواد خواهر باشه، بچم باشه، این باشه، همسایه باشه، اصلا معنا دیگه نمیده. چرا من باید ازدواج کنم و متعهد باشم؟ مگر وقتی دو نفر ازدواج میکنن همیشه دوران خوب دارن؟ مگر ایثارگری، فداکاری، عشق، محبت، از خودگذشتگی، وجدان؟ همه انسان ها در تاریخ بشری رو کره زمین هویتشون وابسته است به یک باور، چون نمیدونن، همه چی رو نمیدونن. انسان ها چیزایی که میدونن 1 میلیاردم و 1 تریلیاردم حقیقت نیست. برای همین بدون استثنا همه اسیر باور. و اگر ما بخوایم در یه جامعه پر از صلح و امنیت و آزادی و رفاه و و و زندگی بکنیم، اولا باید قانون از باورها جدا بشه، ثانیا باید قانون تجزیه تحلیل بکنه، دانشمندان تجزیه تحلیل کنن باورها و این تئوری‌ها رو که ما بتونیم جامعه سالم داشته باشیم. شما اگر توضیح بفرمایید در مورد این تئوری که بهش باورمندید، عشق و محبت یا همون وجدان، ارزش‌های وجدانی که شما بر اساس اون ارزش‌های وجدانی میگید این کار خوبه، این کار بده، این از کجا حاصل میشه و چه قدرت اجرایی داره؟ خب منم به بچه خودم میگم عزیزم،
هر کاری که دوست داری بکن، اگر شد چه خوب، نشد سعی بکن یاد بگیر، مطالعاتتو بالاتر ببر که بتونی در آینده اون کارهایی که دوست داری انجام بدی. تمام سیستم جامعه میشه بر اساس منافع من، چون من وقتی امشب خوابیدم شاید دیگه بیدار نشم، میشه منافع من، برای من مهم نیست که چه تأثیری رو دیگران میذاره. وجدان معناش عوض میشه عزیزم. این ارزش های وجدانی و اخلاقی در یه جهت خیلی خطرناکی میره، چون تمام معنای بودن بر اساس باور من هست، منافع من هست. چرا برای من منافع حتی بچم مهم باشه؟ چرا؟ چون تعلقی نیست. چه معنایی داره تعلق؟ خب به دنیا آمده. خیلی خطرناکه. ببینید دوستان، اولا هویت انسان از منابع متفاوتی تغذیه میشه. یکیش هویت ذهنی انسانه که تحت تأثیر تربیته پدر مادر و جامعه. یکیش یک اثرات ژنتیکیه که از اجدادمون در ذهن ما در وجود ما به ارث میرسه. یکیش هم در اثر مطالعه است، به شرط این انسان تعصب و غرور نداشته باشه، قدم در وادی طلب بذاره، اولین وادی هفت شهر عشق، هفت وادی، و تحقیق کنه، مطالعه. انسان هویتی که داره منابع متفاوتی داره و اکثر انسان ها اسیر یک هویت ناخودآگاه هستند تا هویت آگاه. یعنی واقعا شاید 99 ما از 99 درصد انسان ها ناخودآگاه عمل میکنن و دیگران رو مسبب بدبختی هاشون میدونن، چون اسیر اون ضمیر ناخودآگاه هستن که همون ریشه تربیت کودکی و ژنتیکی داره، یعنی آگاه نیستن. و داستان خودشناسی هم سر همین مسئله است که شما اون ضمیر آگاهتون غلبه بکنه بر ضمیر ناخودآگاه. مطالبی که شما عزیزم فرمودید، اینها ریشه های باورمندی خیلی قدیم داره، خیلی قدیم. شما اگر به هزاران سال گذشته هم توجه کنید، میبینید که انسان ها همیشه باورمند بودن به یه ابرقدرت. حالا اون ابرقدرت رو در آسمان میدیدن، در بت‌هایی که میپرستیدن میدیدن، بعضیا گاو پرستن. ببینید هزاران سال تا اونجایی که سند هست و میشه اینو بررسی کرد، همیشه انسان ها اسیر یه ابرقدرت بودن، حالا اسمش رو هر چی میذاشتن، خدا میذاشتن یا هر چی. خیلی از این ارزش های باورمندی از طریق ژنتیکی یا تربیت دوران کودکی در ما اثر گذاشته. هر چقدرم بنده الان عرض کنم که باور من این تئوری هست، ولی بدون تأثیر از اون عوامل ژنتیکی یا دوران کودکی نمیتونه باور این لحظه من باش. در غیر این صورت اون تئوری که بعضی از دوستان میگن وقتی من شب خوابیدم یا وقتی مردم دیگه همه چی تمام شد، اگر اون تئوری رو بخوایم فقط بررسی بکنیم، این تئوری بی نهایت برای جامعه مضر، بی نهایت بر اساس و متکی به منافع شخصی من خواهد بود و تمام ارزش های اجتماعی معنای خودش را از دست خواهد داد، از جمله معنای ناموس، از جمله معنای تعادل، از جمله معنای آزادی، از جمله معنای عدالت. تمام این ارزش از بین میره، چون من و منافع من مهمترین مسئله خواهد بود. چون امشب بنده خوابیدم ممکنه بمیرم، یا وقتی مردم همه چی تمام شد، اون موقع است که اگر این انسان در جامعه باشه، این تئوری تأثیر در جامعه میذاره. اولین تأثیرم رو تربیت بچه‌هاش میذاره. ولی این که میفرمایید که بعضی انسان‌ها این تئوری رو بهش اعتقاد دارن که وقتی من مردم همه چی تمام شد، ولی بعضی انسان‌ها محبت میکنن، ایثار میکنن، فداکاری میکنن و این مسائل، عزیزم اینا تحت تأثیر همون آثار ژنتیکی و حتی آثار تربیتی و روانی دوران کودکی که هنوز باورمندی
به یک مسائل خارج از این تئوری درشون هست. وگرنه اگر مطلق باشه باورمندی من به این تئوری، هیچ دلیلی برای من نمیمونه که در وهله اول فقط و فقط لذت خودم و منافع خودم رو در نظر بگیرم. و اگر صاحب قدرت هستم، برای من دیگه مهم نیست میلیون ها انسان بمیرن، همه میمیرن، چه مهم، چه اهمیتی داره در 5 سالگی یا 90 سالگی؟ چه اهمیتی داره که من برای رسیدن به لذایز شخصی خودم انسان ها بمیرن؟ چون منم که مردم تمام شد. خوب به این مسئله خود دوستان برن تعمق کنن. از این جهت من هم آشنا هستم با انسان های اصطلاحا دانشمند یا فیلسوفی که این تئوری رو بهش اعتقاد دارن که بعد از مرگ حیاتی نیست، بعد از مرگ هویت روحانی نیست، عالم روحانی نیست، ولی در عمل اینها محبت میکنن، ایثارگری میکنن، میرن در کشورهای فقیر مجانی خدمت میکنن، همه اینا رو بهش آگاه هم. ولی انگیزه کارشون اولا در ضمیر ناخودآگاه هست و ناشی از دوران تربیتی کودکی و روانی و یه مقدار هم اثرات ژنتیکی. بر اساس همون هست که برای دیگران دلشون میسوزه. وگرنه این مسئله یک موضوعی است و باز عرض میکنم که هر انسانی باورمند به یک تئوری است. این میتونه در حد باور باشه، میتونه یقین باشه. انسانی که به یقین برسه عمل میکنه، خلق میکنه. انسانی که اسیر باور هست هنوز صفات انسان باورمند رو داره، یعنی در واقع تنیس بازی میکنه. و به هر صورت دوستان، باور یک شخص اگر تأثیر در محیط داشته باشه، باید کسانی که نظم جامعه دستشون اونو بررسی بکنه.